تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم، چه کنم دور زمان را؟ درود بر شما عزیزان و همراهان همیشگی، درود بر عشق و حقیقت یگانه، آن یگانه مطلقی که جز خالق هستی نیست، خالقی که شناختش آدمی را ز درون می کشاند. زندگی نامه حضرت عشق بسان جویباری ما را به سوی دریای وحدت سوق می دهد. کند و کاو به پایان نمی رسد، چرا که شروع و پایانی در اصل حقیقت و عنصر وجود جایگاهی نخواهد داشت. حضرت مولانا آنچنان با روح و جان ملموس می گردد که گویی قلم را خود به دست می گیرد و همچنان بی پایان می نگارد. اگر ماها و سالها از او بنگاریم و سخن بیفشانیم، باز هم اسرار زیبایی در آن نهفته باقی خواهد ماند. پس از فراق شمس و رجعت صلاح الدین به اصل وجود، حضرت عشق که دلش سرای عاشقان و عارفانی پاک سرشت بود، حسام الدین چلبی را جایگزین و همراه شد. خاندان حسام الدین اهل ارومیه بودند. وی در سال 622 هجری قمری در قونیه به دنیا آمد و در جوانی از مریدان شمس و مولانا گشت. حضور حسام الدین در کارفرمایی خانقاه مولانا بسی قابل تحسین بود، چنان که به کرسی ارشاد نشست. او از مولوی درخواست کرد تا اثری همچو الهی نامه سنایی خلق کند. به روایات مولانا شناسان، حضرت همان لحظه برگه‌ای در اختیار وی قرار داد و نینامه با 18 بیت سرآغاز دفتر مثنوی گردید. سالیان سال حسام الدین شبها پای سخنان مولانا نشسته و سروده هایش را ثبت می کرد و با تنینی خوش اشعار حضرتش را تا صبحدم می خواند. حضرت عشق 10 سال همنشین با حسام الدین بود. گمان می رود مثنوی در اوائل سال 657 و یا اوائل 658 هجری قمری آفریده شد و به 1 سال به طول انجامید. دفاتر دوم تا ششم مثنوی در سال 662 تا 668 هجری قمری به تحریر درآمد. حسام الدین چون قلمی در دست مولانا با نوای عشق به نگارش درآمد. شاید جایز باشد که وجودش را سبب خلق مثنوی دانست. آری، 6 دفتر مثنوی با گوهری چون حسام الدین به کمال نقش بست. وی مثنوی را 7 بار به زلال عشق و با زبان جانان در محضر حضرت مولانا قاری شد. مولانا مثنوی را حسامی نامه خطاب می کند. همچنان مقصود من زین مثنوی، ای ضیاء الحق حسام الدین توی. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست کردستی قبول. مقصدم از الفاظ او راز تو است، قصدم از انشایش آواز تو است. پیش من آوازت آواز خداست،
عاشق از معشوق حاشا کی جداست. غزلیات مولانا به وضوح شخصیت و خلوص عرفان را در شمس، صلاح الدین و حسام الدین بیانگر است، چرا که هر آنچه در ویژگی خلق و خوی این سه عارف می دیده به روایت می کشانده. الهام و اشراق و ذهن باز و بیپروای مولانا او را به اسطوره‌ای تکرار و نشدنی تبدیل ساخت. حضرت عشق در کتاب فیما فیه فرمود: مرا خوییست که نخواهم هیچ آفریده را دل از من آزرده شود. جلوه های روحانی و عرفانی اندیشه های مولانا بسی ژرف و شگفت آور است. او در اعماق جان و دل فارغ از تعلقات فانی، نه به قصد سرایندگی بلکه به قصد بیان راز دل غزل دارد. در جام می آویختم، اندیشه را خون ریختم، با یار خود آویختم، با او درون پرده ام. دوران کنون دوران من، گردون کنون گردان من، در لامکان سیر آن من فرمان ز جان گسترده ام. در جسم من جانی دگر، در جان من جانی دگر، با آن من آنی دگر، زیرا به آن پی بردم. عشق، عشق و دیگر هیچ. خلاصه امواج عطوفت حضرت مولانا در سه حرف عین، شین، قاف محصور می گردد. عشق را توضیحیست لامنتها، حرارتیست جانسوز، عطریست فرح بخش و نسیمیست مستانه. او عاشق عشق بود، عشقی که او را از زهد و سلوک به رقص و سماع درآورد. لطافت عشق را همچو پر قویی که با تافته ابریشم ادغام شده، در عطر غزلیاتش با امواجی جذب و گرم به راحتی لمس می کنیم. آری، این همان عشق فراسوزی است که وی را از هرچه متعلقات واهی، مرگ و زندگی است، نفی می دارد. مرگ اگر مرد است، آید پیش من، تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ. من از او جانی برم بیرنگ و بو، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. شناخت مولانا درکی از جنس عرفان می خواهد. آن لحظه که خود را در داستان عشق رهای رها می سازد، با آن خالقی به وصال در می آید که وفور عشق را در قلب پاک و بی‌آلایشش به رقص در می آورد. به روز مرگ من چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو در افتی دریغ آن باشد. جنازه ام چو ببینی مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. تو را چنان بنماید که من به خاک شدم، به زیر پای من این هفت آسمان باشد. حضرت عشق با دیدگاهی جذاب به مرگ می نگرد. پایان هستی را در نیستی نمی داند. آری، او مرگ را
دگرگونی میداند، پس خود را از آنچه که هست به موجودیت دیگری استحاله مییابد. مرگ را گذرگاه عصری متغایر و وجودی متفاوت میداند. مثال دانه‌ای که در دل زمین کاشته میشود و میروید. وی به سبک مثنوی، رباعی، غزل و نثر میسراییده، عمر گرانبهایش را در ایران، افغانستان، تاجیکستان و ترکیه سپری کرد. او که در بلخ، خراسان، افغانستان کنونی دیده به جهان گشود، در 67 سالگی به دلیل بیماری در تاریخ 5 جمادی‌الآخر سال 673 هجری قمری در شهر قونیه جهان مادی را به لقاء حق ودا گفت. نسخه ای که در مزار حضرت می باشد 5 سال پس از فوت او از روی آخرین و معتبرترین نسخه مثنوی می باشد. بحثی در ملیت و مذهب مولانا وجود نخواهد داشته، چرا که خود چنین شیرین و پروازه اشاره می کند که ملیت، نژاد، جنسیت و مذهب در اصالت حقیقی روح والای انسان خالی از معناست، چرا که ما همه نشأت گرفته از عشقی عظیم می باشیم و همگان یکی هستیم. این دنیای ماده است که ما را درگیر ذهن زمینی کرده و از یکدیگر جدا ساخته. اصول حقیقت، جوهر وجود و منبع واقعی ما همان یگان خالق بخشنده و مهربان است. این جسم و این زندگی هدیه‌ای است از جانب پروردگارمان. دنیا و تمامی ابزارهایی که برای رفاه ما مهیا گردیده تنها برای رشد از این گذرگاه است تا با توشه‌ای پر به آخرت برسانیم. برای تکامل و رسیدن به بالاترین درجه عرفان پای به این زمین مادی نهادیم. ما برای فضیلت آمدیم تا با عشق یکی شویم. پاکی دل زلال چشمه است، چشمه قلب من و توست. ما با هم دست به دست می دهیم تا به دریای بیکران عشق برسیم. با یاد و ذکرش تبخیر شویم و با امرش بارش باران. قداست عشق انعکاس چشمان پرمهرتان و برکت گندم شالیزار وجودتان. شاد و تندرست باشید.